سرخط خبرها، ادامه اعتراضات در ایران، تشدید جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری آوای ایران. ادامه اعتراضات در ایران، تشدید جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان. دور تازه اعتراضات در ایران امروز شنبه 24 اردیبهشت در حالی وارد دومین هفته شد که بر اساس گزارش‌ها فضای امنیتی در شهرهای مختلف به منظور جلوگیری از گسترش اعتراضها ادامه دارد. با این حال در نیشابور معترضان که در تجمعی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند کمی بعد مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. در این حال گفته می شود اختلال در خدمات اینترنت در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد و اینترنت موبایل در چند شهر از جمله زاهدان و بهبهان ضعیف و یا قطع شده است. امروز شماری از شهروندان در تهران، نیشابور، یزد، فارس و چند استان دیگر در اعتراض به وضعیت به وجود آمده توسط بلشویک‌های جمهوری اسلامی دست به تجمع زده و علیه سرکردگان رژیم شعارهایی سر دادند که با حمله سرکوبگران رژیم مواجه شدند. این اعتراضات در نیشابور با خشونت پلیس مواجه شد. همچنین برخی از ویدیوها حاکی از جرقه اعتراضات در یزد است. همچنین یک شهروند خبرنگار از ماسور خرم‌آباد ویدیویی از جو شدید امنیتی در این شهر منتشر کرده است. جو شدید امنیتی ماسور خرم‌آباد. ویدیوهای دیگری نیز از گسیل نیروها از تهران به شهرستانها در فضای مجازی منتشر شده است. نیرو انتظامی هم از ترسش اومده بیرون. اینم تظاهرات مردم. واقعا آفرین، خوش غیرت ها. اینا غیرت دارن ها. خب بس امکتو به من بیتو بیرون بزاری بشو بیرون میشه باید از شما می‌خوام که متفاوت شده. از اون دوباره نشون بدم. از اون دوباره
آشوبگر، من گشنه‌ای. به مردم برسونه، با مردم بختیاری طرف کنه. اکانت توییتری 1500 تصویر که پیوسته خبرهای مرتبط با اعتراضات مردمی ایران و بازداشت شدگان این اعتراضات را منتشر می کند، از کشته شدن یک شهروند در شهرک زرایی دسفول با شلیک مستقیم ماموران امنیتی خبر داده است. بر اساس توییت منتشر شده در این اکانت، شامگاه جمعه 23 اردیبهشت 1401 در حمله نیروهای امنیتی به شهرک زرایی در دسفول، پیشعلی قالبی حاجیوند هنگامی که سر از پنجره بیرون برده توسط ماموران از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در دم جان باخته است. پیش از این گردانندگان این اکانت از کشته شدن یک شهرونده 21 ساله از اهالی اندیمشک به نام امید سلطانی با شلیک ماموران امنیتی خبر داده بودند. شهروندان معترض در شهر ایذه نیز میگویند دست کم یک نفر تا کنون در اعتراضات این شهر به ضرب گلوله ماموران کشته شده، اما از هویت او اطلاعاتی منتشر نشده است. شبکه خبری ایران اینترنشنال نیز دیروز جمعه 24 اردیبهشت 1401 از مرگ احتمالی یک معترض در پی حمله جمعه شب نیروهای امنیتی به معترضان در شهر فارسان در استان چهارمحال و بختیاری خبر داده است. مطابق گزارش منابع محلی، هویت این شهروند حمید قاسمپور اعلام شده است که پس از شلیک ماموران به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. مقامات ایران تا روز جمعه بازداشت دست کم 22 نفر در شهرهای مختلف ایران را تایید کردند. از شمار بازداشتی‌های احتمالی روز جمعه گزارش رسمی منتشر نشده و در مورد کشته شدگان در این اعتراضات هم منابع رسمی هیچ گزارشی منتشر نکردند. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای ایران به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار دادند در صورت استفاده از برخی عبارات و کلمات با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. این گزارش حاکی است وزارت اطلاعات به رسانه‌ها اعلام کرده استفاده از عبارات‌هایی از جمله جراحی اقتصادی، برخورد خشونت‌آمیز، برخورد با مردم و تحسن ممنوع است. این در حالی است که محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و سایر مقام‌های حکومت ایران خود از عبارت جراحی اقتصادی برای اشاره به تغییرات اقتصادی دولت رئیسی استفاده می‌کنند. این عبارت از سوی برخی رسانه‌ها همراه با طرح و کاریکاتورهای انتقادی گزارش شده و بازتاب یافته است. ابلاغ این هشدار به رسانه‌ها در حالی است که موج جدید اعتراضات ضد حکومت در استان‌های از جمله چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خوزستان و اردبیل گسترش و ادامه یافته است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از ایجاد فضای امنیتی و قطع و اختلال اینترنت در شهرهایی است که با اعتراضات شهروندان مواجهند. ابلاغ چنین هشدارهایی به رسانه‌های داخل ایران پیشتر نیز سابقه داشته است. در یک مورد اخیر، علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما، در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده بود، همکارانش را تهدید می‌کند که مبادا اخبار گرانی‌ها و انتقادها علیه دولت را پوشش دهند، که در چند ویدیوی قبل می‌توانید این فایل صوتی را بشنوید. او هشدار داده بود کوچکترین خطا دیگر خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله امنیتی است. حبیبی در ابتدای این فایل صوتی گفته بود پیشتر پیامی در این زمینه در گروه مدیران صدا و سیما گذاشته شده بود، اما با توجه به تاکید علی بخشی‌زاده، معاون صدای سازمان صدا و سیما، او پیام خود را در گروه همکارانش در رادیو فرهنگ منتشر می‌کند و از همه همکاران می‌خواهد این پیام را به عنوان یک پیام تلفنی فرد به فرد تلقی کنند. یک نماینده طویله مجلس هم گفته است دلیلی ندارد رسانه‌های ما زیاد به اعتراضات جونقان بپردازند. قدرت الله حمزه شلمزاری از نمایندگان چهارمحال و بختیاری که شهرهای آن شاهد اعتراضات ضد حکومت شده، گفت از اعتراضات و وضع اینترنت جونقان خبری ندارد. او در مصاحبه با دیدبان ایران افزود اصلا اتفاق خاصی در شهر جونقان نیفتاد و دلیلی ندارد رسانه‌های ما زیاد به این موضوع بپردازند.